درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. از افشاگری جنجالی پدر رها اعتمادی از رابطه پسرش با خانم گوگوش، اون هم بعد از مدت‌ها. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. ایرانی نیست که از ماجرای رابطه عاشقانه رها اعتمادی و خانم گوگوش خبر نداشته باشه. هرچند که خودشون درباره این مسئله هیچ وقت واکنشی نشون ندادن، یعنی نه تایید کردن نه تکذیب. فقط خانم گوگوش توی یه مصاحبه‌ای اون هم با شوخی و خنده گفته بود که این حرف‌ها مثل یه جوکه. گوگوش که در این روزها با مدل موی معروف گوگوشی خودش روی استیج آخرین کنسرت‌هاش در تور خداحافظیش حاضر شد و با بغض و گریه از دوست قدیمیش فرامرز اصلانی خونده، با رها اعتمادی که 33 سال از خودش کوچیک‌تره چندین ساله که در یک رابطه عاشقانه هستند و به قول اطرافیانشون ازدواج سفید کردند. از زمانی هم که ایشون اعلام کرد به دلیل بیماری پارکینسون و حمله این بیماری به تارهای صوتیش تصمیم داره که کنسرت‌های تور خداحافظیش با صحنه و خوانندگی روی استیج رو برگزار کنه، طرفداران بسیار زیاد ایشون نگران حال و احوالش شدن. اما گویا این خواننده 73 ساله پرطرفدار با وجود بیماری و تور خداحافظی از عشق رها اعتمادی نتونسته بگذره. توی این سالها حواشی و شایعات زیادی در مورد رابطه عاشقانه گوگوش و رها اعتمادی به گوش می رسید. حتی در بعضی از پیج‌ها در فضای مجازی حرف‌هایی در مورد شوگر مامی بودن خانم گوگوش زده شده بود و اینکه رها اعتمادی همه چیزش رو از دست داده و یه جورایی ورشکست شده و به طرف خانم گوگوش اومده و با ابراز عشق و علاقه و شعرها و ترانه‌های عاشقانه‌اش خانم گوگوش داره اون رو تأمین مالی می‌کنه. خیلی ها همین مسئله رو منکر شدن و گفتن دیگه از خانم گوگوش گذشته و اون با این سن و سالش نمیاد خودش رو در فضای مجازی اینجوری سر زبون‌ها بندازه. رها اعتمادی جای پسرش یا حتی نوشه و اون فقط مدیر برنامه هاشه و خانم گوگوش هم به عنوان یک شاعر و ترانه سرا و مدیر برنامه داره باهاش همکاری میکنه. خانم گوگوش که در مصاحبه‌های اخیرش هم در مورد نوشتن کتابی از خاطرات زندگیش گفته، کودکی بسیار سختی رو داشته. ایشون در مصاحبه اخیرش هم با مجله جوانان در مورد کودکی و نوجوانیش و آزار و اذیت دیدنش از سمت پدر و نامادریش گفته، چند هفته پیش رها اعتمادی یک شعری سروده که من خوندم و ضبط کردم، شعری برای صابر آتشین. بله، پدرم. رها از زبان من در درباره پدرم حرف زده که اون رو گذاشتم برای یک موقعیت خاص که رها با یک موزیک ویدیو و طرحی که با ترانه کاملا هماهنگه اون رو آماده کنه که جواب خیلی از سوالات رو در مورد کودکی من و نحوه رفتار پدرم با من رو میده. اون در مورد کتاب زندگی نامش هم گفته که هما سرشار این کتاب رو برام ترجمه کرده و آماده چاپه. امیدوارم از جهت انتشاراتی موفق بشه چون اصل کار نسخه انگلیسیشه و فارسیش هم ترجمه اونه. اون در مورد راه انداختن یک بنیاد غیر انتفاعی هم گفت، یک تشکیلات به نام پل که با نیت کمک به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها که امکانات مالی ندارند راه اندازی شده، همچنین برای یاری هنرمندان جوان که از هیچ امکاناتی برخوردار نیستند. این خدمتیه که از دست من برمیاد. من 22 سال پیش در گفتگوی با زنده‌یاد فرهنگ فرحی حتی در همین مجله جوانان هم گفتگو کردم، گفتم حاضرم برای برپایی کانون هنرمندان قدم پیش بذارم، پول و سرمایه بذارم، ولی جامعه هنری و جامعه ثروتمندان ایران اصلا حمایت نکردند. و از رها اعتمادی که اندیشه های یک جوان امروزی رو داره و بسیار به مسائل هنری آگاهه دعوت به کار کردم که بعدها آقای خیاط باشی و بهمن فتحی هم با رها در دفترشون صحبت کردن اما به توافق نرسیدن، چون رها اعتمادی خیلی بزرگ فکر میکنه و آینده رو واقعا بزرگ میبینه.
هرچند که من به دنبال اهداف دیگه ای بودم، اما به رها اعتماد کردم و عشقی که اون به نسل جوان داره و اینکه در کارش یه نابغه است رو واقعا قبول دارم و خیلی از کارها و برنامه ها و ایده هایی که داره و اندیشه های مدرنش ریشه در فرهنگ و اخلاق و منش جامعه ایرانی داره. خانم گوگوش در مورد کارهای جدیدش هم گفته: کارهای عاشقانه‌ای در دست تولید داریم که همگی سروده‌های رها اعتمادی هستند با ملودی و تنظیم بابک سعیدی. ما سه نفر در تلاشیم کارهایی رو خلق و اجرا کنیم که اگر من روزی روی صحنه نمیرم و کنسرت نمیذارم، اونها رو به مردم مهربان ایرانی هدیه بدیم. کتابم و تک ترک هایی که آماده کردیم برای روزیه که من دیگه نمیتونم روی صحنه باشم. رها اعتمادی رو اما خیلی از ما از کارش در شبکه من و تو و از برنامه هایی مثل گوگوش آکادمی و استیج شناختیم. اون متولد 12 آبان 63 در تهرانه که در 6 ماهگیش به همراه خانوادهش به سوئد مهاجرت کردند. تا 19 سالگی اونجا بود، بعد برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا رفت و چند سالی هم به لندن مهاجرت کرده بود. اما به شکل ناگهانی از شبکه من و تو جدا شد و به همراه خانم گوگوش در آمریکا زندگی میکرد. اون همچنین مستندهای بسیار جنجالی و خوبی رو هم در شبکه من و تو ساخت. مستندهای در تبعید، رضاشاه، از تهران تا قاهره، جواب و بهترین ها. رها اعتمادی اما بیشتر مشغول ترانه سرایی بود. بعضی از آهنگهای آکادمی موسیقی گوگوش، آلبوم حجم سبز، آلبوم اعجاز گوگوش و همچنین همکاری هایی رو هم با آقای عارف و سیاوش قمیشی داشته. حالا اما آقای حسن اعتمادی، پدر رها اعتمادی، که سالها در شبکه‌های مثل بی بی سی به عنوان کارشناس سیاسی فعال بود، در جدیدترین صحبت‌هاش از رابطه عاشقانه رها با گوگوش گفته. ایشون گفته که قراره در یکی از آخرین کنسرت‌های تور خداحافظی گوگوش، رها روی استیج از خانم گوگوش به طور رسمی خواستگاری کنه. البته بعضی از نزدیکان این زوج مثل آقای شهرام شب‌پره در مصاحبهش گفته بود که خانم گوگوش و رها چند ساله که ازدواج کردند و احتمالاً اگر ادعای پدر رها درست باشه، این کارشون بیشتر جنبه نمادین و اعلام رسمی ازدواجشون رو داره. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که خانم گوگوش یا رها اعتمادی خودشون به شکل رسمی این مسئله رو اعلام میکنن یا در یکی از همین کنسرت‌های نوروزی خانم گوگوش شاهد زانو زدن رها اعتمادی و خواستگاریش هستیم یا نه. مرسی که تا پایان این ویدیو هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.